خب بچه ها، ما در ادامه درس 14 یه دانش ادبی داریم. در این دانش ادبی ما میخوایم همون آرایه ای رو که بارها و بارها توی درس های گذشته تکرارش کردیم، یعنی همین تشخیص رو یا همون شخصیت بخشی یا جان بخشی به اشیا رو یاد بگیریم، و دیگر یکی از موضوعات شعری به نام مناظره رو میخوایم یاد بگیریم. خب ببینیم چی هستن. گاهی شاعر یا نویسنده برای اثر بخشی بیشتر، زیباتر ساختن و ساده کردن مفاهیم شعر و نوشته خود از زبان موجودات و اشیا سخن میگوید و رفتار انسانی را به آنها نسبت میدهد. به عنوان مثال، قنچه با دل گرفته گفت یا گل به خنده گفت. در این نمونه شاعر قنچه و گل را مانند انسان پنداشته و ویژگی انسانی را به آنها نسبت داده است. به این کار شخصیت بخشی میگویند، یا همون نام دیگرش هم گفتیم که تشخیص هستش. بله؟ خب بچه ها، میخواییم یه مثال دیگه از تشخیص بخونیم، باز هم از آقای قیصر امینپور. آسمان تعطیل است. بچه ها، آسمان یا آسمان؟ هر دو درسته. آسمان تعطیل است، بادها بیکارند، ابرها خشک و خیس، هقهق گریه خود را خوردند. خب تعطیل بودن به آسمان نسبت داده شده، بیکار بودن به بادها نسبت داده شده، و اینجا هم هقهق گریه خود را خوردند به ابرها نسبت داده شده، که سه بار آرایه تشخیص رو در اینجا داریم. خب میریم سراغ مطلب بعدیمون که مناظره هست. گاهی در نوشته یا شعر شخصیت‌های انسانی و یا غیر انسانی به صورت پرسش و پاسخ و یا بحث و مجادله به گفتگو می‌پردازند، که به این کار مناظره میگویند. در شعری که خواندید، شاعر با روبرو قرار دادن قنچه و گل و همسخنی آن دو از این شیوه یعنی مناظره بهره گرفته است. پس بچه‌ها، مناظره چیه؟ گاهی شاعر یا نویسنده دو موجود انسانی و یا غیر انسانی رو مقابل هم قرار میده و اینها با هم گفتگو میکنن، بحث میکنن. یه چیزی این میگه، طرف مقابل جوابش رو میده. اگر این حالت رو اجرا کرد شاعر یا نویسنده، بهش میگیم از سبک مناظره استفاده کرده. خب مثال، بله مثالمون بچه‌ها از حافظ هست. گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سراید، گفتم که ماه من شو، گفتا اگر براید. بچه ها، این مطلع یک غزله، یعنی بیت اول یک غزلی هست که در دیوان حافظ میتونید پیداش بکنید. تمام ابیات این غزل به همین صورته، گفتم گفتا. فوق العاده شعر قشنگی هست، میتونید بیت پیداش بکنید تو دیوان و کلش رو بخونید.